در حالی که همه جهان همچنان در تلاش برای کنترل ویروس همهگیر کوید 19 هست رسانه های به برخی از آموزه های اساسی پیامبر اسلام صلی الله علیه و علیه برای بهداشت و سلامتی روی آوردند شستشوی مکرر دست ها، خودقرانتینگی و پرهیز از تماس های فیزیکی که اکنون به عنوان اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا توصیه می شود برخی از اصول اساسی اسلام است در همین راستا توصیه های شگفت پیامبر مسلمانان برای نجات از یک بیماری همگیر عنوان مقاله ای است که نشریه اسپانیایی ABC آن را منتشر کرده است این نشریه به توصیه های مکرر کارشناسان بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره کرده و آنها را با آموزه های اولیه اسلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و مقایسه نموده است در این مقاله آمده شگفتاور است که 1400 سال پیش فردی بدون هیچ گونه آموزش علمی میدانسته که در فرایند شروع یک بیماری همگیر چه کارهایی باید انجام داد نام آن شخص محمد صلی الله علیه و آله علی است که اسلام را بنیان نهاد و توصیه های خود را برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های های همگیر منعکس کرد در مقاله دیگری که نشریه آمریکایی نیوزویک در 17 مارس منتشر کرد، کری کنسیداین محقق آمریکایی دستورات حضرت رسول را برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های همگیر ارائه و توضیح داده است. در مقدمه این مقاله آمده است اگرچه او به هیچ وجه یک کارشناس در زمینه بیماره های مهلک نبود اما توصیه های صحیحی برای جلوگیری و مقابله با بیماره های پیش روند مانند کوید 19 ارائه داد این کارشناس آمریکایی با یادآوری اینکه چگونه مسلمانان در طول روز قبل از نماز خواندن وضو میگیرند گفت که نظافت و بهداشت از ارکان اساسی توصیه شده در اسلام است